رفتارهای مردمی به رژیم به خاطر اهانت به هموطنان بختیاری و وضعیت ملتهب شهرها و مناطق جنوب و غرب کشور. هراس رژیم بعد از اعتراضات و تظاهرات اخیر در خوزستان و اعزام گارد ویژه از تهران به اهواز. خشم و اعتراض مردم خرم‌آباد علیه دزدی ایادی رژیم در جریان توزیع سبد کالا. اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران و هنرمندان در تهران، اصفهان، رشت و رودبار. در پی واکنش‌های ترسالود و معذرت‌خواهی‌های حکومت آخوندی، فضای شهرها و مناطق مختلف کشور که در روزهای اخیر شاهد تظاهرات اعتراضی مردم علیه اهانت وقیحانه به هموطنان بختیاری بود، همچنان ملتهب است. هموطنان به طور سراسری و از هر ملیت و استانی ضمن همبستگی با هموطنان بختیاری به دیکتاتوری آخوندی و اشکال مختلف اخطار کردند که ادامه چنین اهانت‌هایی در رسانه‌های حکومتی را با خشم و خیزش‌های کوبنده خود پاسخ خواهند گفت. در مورد تظاهرات مردمی اخیر، فیلمی که منتشر شده و تازه به دستمان رسیده حاکی است که تظاهرکنندگان در اصفهان در جریان خیزش روز شنبه خود شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در جریان تظاهرات مردم در این روز، جوانان خشمگین 3 دستگاه موتورسیکلت ماموران سرکوبگر را به آتش کشیدند. بنا به گزارش‌های دریافتی از اهواز، این شهر امروز دوشنبه در التهاب به سر می‌برد. یکی از شهروندان اهوازی گفت: اهواز هم‌اکنون شلوغ است و نیروهای گار را از تهران وارد اهواز کردند. دیکتاتوری آخوندی در وحشت از خیزش مردم دزفول که طی روزهای جمعه و شنبه تظاهرات بزرگ ضد حکومتی در اعتراض به اهانت تلویزیون رژیم و هموطنان بختیاری برپا کردند، نظامیان خود را در خیابان‌های این شهر مستقر کرده و نوعی فضای حکومت نظامی برقرار کرده است. محله مدرس به طور خاص ملتهب است و نیروهای ضد شورش و گارد مستمراً در این منطقه در تردد هستند. خبر دیگری از این شهر حاکی است ماموران امنیتی به خانه‌های مردم یورش بردند و اقدام به دستگیری جوانان کردند. حرکت‌های اعتراضی مردمی و کارگری علیه طرح ننگین سبد کالا و علیه اخراج‌ها و چپاول حکومتی نیز ادامه دارد. در خرم‌آباد مردمی که برای دریافت سبد کالا مراجعه کرده بودند، با مشاهده دزدی و چپاول ایادی رژیم دست به اعتراض زدند. معترضان گفتند ایادی رژیم سهمیه تخم مرغ و روغن را بالا کشیدند. جمعی از میوه فروشان و دست فروشان خیابان بیستون رشت نیز در اعتراض به اخاذی شهرداری و ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی در مقابل شهرداری تجمع کردند. کارگران اخراج شده از شرکت کفش بلا در تهران روز یکشنبه 27 بهمن در مقابل بانک ملی واقع در چهارراه استانبول تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار بازگشت به کار شدند. این کارگران 22 تا 28 سال سابقه کار داشتند و در حالی که 2 سال از حقوق برخی از آنها پرداخت نشده، ماه گذشته از کار اخراج شدند. کارگران شرکت ماهر و همکاران در محوطه مجموعه آزادی تهران در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق عقب افتاده دست از کار کشیدند و در محوطه ورزشگاه آزادی تجمع کردند. کارگران و کارمندان بازنشسته صنایع فولاد سنگرود در رودبار در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند. بنابر خبری دیگر، شماری از کارگران اخراجی کارخانه سیمان لوشان در رودبار نیز در مقابل این شرکت تجمع کردند و به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. در حرکت اعتراضی دیگری، جمعی از هنرمندان اصفهان روز شنبه 26 بهمن ماه در اعتراض به خشک شدن آب زاینده رود در 33 پل اصفهان و در حاشیه زاینده رود تجمع کردند.